توی تایم بیکام داشتم یک کمیک یک صفحه‌ای طراحی می‌کردم، بعد با خودم گفتم که خب راجع به کمیک‌ها ما صحبت خاصی نکردیم، بیایم در مورد انواع کمیک یک مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم. سلام به همه شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. جواد شهنواز هستم و استودیو انیماتور در خدمت شما عزیزان هستیم. خب راجع به کمیک، خب شما زیاد شنیدید مطمئناً، احتمال زیاد خیلیتون خواننده این کار باشین یا حداقل دربارش باشه اطلاعات دارین و چیز معروف و وایرالی هستش و عملا نیازی نیستش الان خیلی راجعش توضیح بدم، اما در رابطه با انواعش میتونیم یک مقدار با هم صحبت بکنین. به صورت کلی کمیک خب تصاویری هستن که بر اساس داستانی مصور شدن و چاپ میشن. حالا نسخه قدیمش چاپ بود، در اختیار عموم قرار میگرفت و عموم ازش استفاده میکردن، ولی خب الان دیگه یک مقدار متفاوت شده. خب اولین دسته کمیک ها همین کمیک بوک ها هستن که کمپانی مارول و دی سی تقریبا میشه گفت قدرتمندترین های این عرصه هستن و سال هاست که مجموعه های بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن و حالا همه دوستان دیگه که تو این بود هستن محصول این کمپانی ها و این مجموعه هستن. یعنی کمیک بوک هایی که تقریبا میشه گفتش ماهانه منتشر میشد، حالا بر اساس نیازگاه هفتگی منتشر میشدش و تعداد صفحات زیادی داشت، داستانی داشتش و بر اساس اون راجبش تصویر سازی میشد و در اختیار عموم قرار میگرفتش. بعد از کمیک بوک ها ما کمیک استریپ ها رو داریم. البته میتونم اینجوری بهتون بگم که کمیک استریپ قدیمی تر از کمیک بوک هستش، ولی خب کمیک بوک محبوب تر و معروف تر هستش. کمیک استریپ و کمیک بوک ها یک مقدار با هم دیگه تفاوت دارن. تفاوتشون هم بیشتر در این هستش که کمیک استریپ ها میتونه یه صفحه باشه، یعنی یه صفحه دارین توش حالا پلات پلات هستش و توی اون داستان از اول تا آخرش میاد. موضوعاتش هم حالا میتونه جنبه های طنز داره، اکثرا اجتماعی، سیاسی، فرهنگی باشه که اگر دقت کرده باشیم من دو تا مورد از اینو توی پیجم کار کردم. میشه گفتش بیشتر توی نشریات و روزنامه ها و مواد اینچنین قابل استفاده میشه. شما اگر نسخه قدیمی رو ببینید، کارهای گل آقا رو ببینید، چیزای مثل این ببینید، شما میتونید تو روزنامه ها و اینا خیلی از این مورد پیدا بکنید. اینا کمیک استریپ هستن، با کمیک بوک فرق میکنه. کمیک بوک ها یک مقدار مجموعه بزرگتری هستن. باز ما رمان گرافیکی و دیمه گرافیک ناولا رو داریم که مشابه کمیک بوک هستن، ولی با این تفاوت که طولانی ترن. یعنی ممکنه یه چند مجموعه از کمیک بوک ها راجع به یه داستان یا راجع به یه کاراکتر کنار هم قرار بدن تبدیلش بکنن به یک گرافیک ناول، و یا اینکه نه اصلا کلا از هم اول یه گرافیک ناول رو بشینن بر اساس داستانش بکشن و طراحی بکنن. خب نمونه دیگه ای که خیلی معروف هستش مانگاست که فکر کنم دیگه نیاز نباشه من معرفیش بکنم، همتون با مانگا آشنا هستین، حداقل اگر نخونده باشین انیمه های ژاپن کلیده باشین، خیلیش اقتباس از مانگا ها هستن، واسه همین با مانگا آشنا هستین. یه جای من تو بحث انیمه اشاره به مانگا کردم. مانگا همون کمیک بوک هایی هستن که توی ژاپن به شیوه خاصی طراحی میشن، حالا اصول خاص خودشون داره و توسط مانگاکاها این کار انجام میشه که خب فکر کنم راجبش به اطلاعات خوبی داشته باشیم و ما اشاراتی قبلا کردیم توی سری ویدیوها. مورد بعدی مانهوا هستش. مانهوا تقریبا میشه گفت از لحاظ اصول بر مبنای مانگا هستش، یعنی از لحاظ طراحی اینا خیلی به مانگا شباهت داره، اما به صورت رنگی کار میشه و محصول کشور کره هستش. یعنی بر مبنای اولش با کره اومدش. یه جورایی میشه گفتش اگر ژاپنی ها اومدن مانگا رو از کمیک بوک ها اقتباس کردن و بعد شخصی سازیش کردن، کره ای اومدن مانهوا رو این کار انجام دادن، با این تفاوت که اصولش بر مبنای اصول مانگا هستش، حالا فقط رنگی کار میشه. نسخه چینی هم داره این مانهوا که حالا یک مقدار متفاوتن بر اساس داستان اینا، یک مقدار به اینا به فرهنگ خودشون پرداختن. اصطلاح دیگه داریم تحت عنوان وبتون که اینم توی بحث کمیک ها استفاده میشه. البته راجع به وبتون اینجا بهتون بگم، میگن با پیشرفت اینترنت و مواد اینچنینی کمیک های دیجیتال خیلی مرسوم شده. الان شما به راحتی میتونید پی دی اف دانلود بکنید یک کمیک رو و بشینید و مطالعهش بکنید. حالا یک زمانی توی کره صنعت مانهوا خیلی اوضاعش خراب میشه و در حال شکست و ورشکستگی بوده. یه آقای میادش یه پلتفرم رو میندازه به نام وبتون و توی این پلتفرم شروع میکنه و کارهای مانهوا و اینا رو شروع میکنه به انتشار دیجیتالی دادن. خب این کم کم متوجه قرار میگیره و الان تقریبا میشه گفت معروف ترین پلتفرم در این زمینه وبتون هستش و شما به راحتی دیگه این دسته مثلا بهشون گذاشتن به کمیک های دیجیتالی که کار میشه تمام بهشون میگن وبتون. هر چند میگم تو پلتفرم هم حتی اگر الان نباشن بازم بهشون میگن وبتون و خب معروف هستش. الان حتی کمیک های معروف دی سی مارول هم به صورت دیجیتالی داره ارائه میشه. ما این کمیک هم داریم که کمیک های متحرک هستن، یعنی که شما در حالت عادی باید بشینید یک کمیک رو ورق بزنید یا اگر دیجیتالی هستش با گوشی یا با صفحه مانیتور هی بزنید صفحه بعد اینا، اینا بخاطر اینکه شما راحت باشین، شما دراز میکشین راحت دیگه حال نداره ورق بزنید، دیگه میشینید دراز میکشین یا میشینید پشت سیستمتون و پلی میکنید و اون کسی که این کارو ساخته میاد صحنه های داستان رو بر اساس حالا روایتی که وجود داره انیمیت میکنه، نه اینکه کاراکتر انیمیت بشه، نه همین بخش بخشی هایی هستش که شما باید با چشم دنبال بکنید. این دیگه شما چشمتون رو فقط نگاه میکنید، اون خودش این صفحات رو واسهتون دوربین گذاشته حرکت میده. یه چیز دیگه هم داریم تحت عنوان فوتو کمیک که خب این تقریبا میشه گفتش این میم هایی که تو اینترنت میبینید، مثلا یه کاراکتری هستش یه عکسی هستش روش متن میاد، حالا
معمولی این سبکی، تقریبا میشه گفتش این بر مبنای همین فوتوکومیکا هستن که توی فوتوکومیک شما تصویر دارید، تصاویر کاملا واقعی هستن، اما مثلا تکست باکس هایی دارن که راجع به قضیه صحبت میکنن و شکل های مختلف دارن. توی ایتالیا بیشتر متوجه قرار گرفته و ولی الان دیگه میگم تو فضای مجازی این میم های اینترنتی کلا خیلی وابسته به همین قضیه هستن و از این قاعده پیروی میکنن. خب یه معرفی خیلی ساده و کلی کردیم از بحث کومیک ها، فقط همجوری که به این فضای ویدیوی این کدامی میبینید بخوره و حالا امیدوارم یک مقدار آشنا بشین. نمیدونم فرصت بشه راجع به اینها صحبت بکنیم یا اصلا نمیدونم فرصت بشه من بخوام کار کومیک کار بکنم یا نه، ولی خب دوست داشتم یک مقدار راجع به این قضیه هم صحبتی با همدیگر داشته باشیم. خیلی ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. لایک یادتون نره. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.